تصویر رئال روی جام کامبک با کریم و رودریگو. شگفت انگیز مثل توخیل، هر دو ماه و نیم یک فینال. اشتباهات مرگبار دوناروما ادامه دارد. جریمه سنگین یوفا در انتظار باشگاه بارسلونا. سه راهکار نهایی پی اس جی برای حفظ امباپه. واکنش دورتموند به خبر توافق هالند و منچستر سیتی. پاریس سن ژرمن 2 مارسی 1، یک قدم تا قهرمانی. پاریس سن ژرمن با کسب پیروزی 2-1 مقابل مارسی در آستانه قطع کردن قهرمانی خود در لیگ فرانسه قرار گرفت. تیم‌های پاریس سن ژرمن و مارسی از ساعت بامدادی امروز حساس‌ترین بازی هفته 32 لیگ فرانسه را برگزار کردند. شاگردان پوچتینو در تقابل با تیم دوم جدولی موفق به کسب پیروزی 2-1 شدند تا با 74 امتیاز در قدمی کسب عنوان قهرمانی قرار بگیرند. چلسی 2-0. دوئل آلمانی در اف ای کپ. چلسی با 2 گل کریستال پالاس را شکست داد و به فینال جام حذفی انگلیس صعود کرد. در دومین دیدار نیمه نهایی جام حذفی انگلیس، دو تیم لندنی چلسی و کریستال پالاس با مساوی یکدیگر رفتند که نهایتا این بازی با نتیجه 2-0 به سود شاگردان توماس توخیل خاتمه یافت. سیویا 2 رئال مادرید 3، کامبک قهرمانانه. سیویا میزبان رئال مادرید بود. نیمه اولین بازی با سلطه و برتری کامل سیویا شروع شد، جایی که وان راکتیچ از آشفتگی دیوار دفاعی نهایت استفاده را برد تا کاشتهاش را به گل تبدیل کند و پس از آن اریک راملو از آشفتگی مجموع خط دفاعی مادرید سود برد تا بازی 2-0 شود. نیمه اولی بازی با همین نتیجه تمام شد. رئال مادرید در نیمه دوم با آمدن رودیگو به جای کوماونگا یک تحول اساسی را تجربه کرد. گل اول مهمان در اولین دقایق نیمه دوم به ثمر رسید تا ترس وجود لفتگی را فرا بگیرد. سپس وینیسیوس توانست یک از گلهای خورده را جبران کند، اما پس از بررسی VAR داور آن را مردود اعلام کرد. امشب ناچو یار تعویزی در نقش قهرمان غیرمنتظره ظاهر شد و گلزنی کرد تا استدوم سانچز پیزخوان با سکوت فرو برود، اما این پان کار نبود و کریم بنزما به عنوان آماده‌ترین مهاجم اروپا گل پیروزی بخش رئال مادرید را به ثمر رساند و کلمه رئال مادرید را روی جام لالیگا حک کرد. رئال مادرید در آستانه فتح لالیگا 35 قرار دارد. پیش بازی بارسلونا کادیز. بعد دنبال فراموشی حذف تلخ اروپایی در نوکم، بارسلونا و کادیز امشب در چارچوب بازی های هفته 32 فصل 2021-22 لالیگا با مسافه هم می روند. نگاه داریم با آمار و اطلاعات مربوط با بازی امشب بارسلونا و کادیز. بارسلونا پنجشنبه شب پس از 15 بازی بدون شکست و روند بسیار خوب در هفته های اخیر در نوکم مقابل انتراخت فرانکفورت شکست خورد و از لیگ اروپا حذف شد. البته بارسلونا همچنان در لالیگا آمار شکست ناپذیر خوبی دارد و در 15 بازی اخیر خود در لالیگا متحمل شکستی نشده است. بارسلونا نمیخواهد این روند شکست ناپذیری در لالیگا را نیز از دست بدهد و میخواهد تمام 8 بازی باقی مانده خود را پیروز شود و شانس اندک خود برای قهرمانی احتمالی در لالیگا را حفظ کند. کادیز در بازی های اخیر خود پروفت و خیز بوده و در 10 بازی اخیرش فقط 2 پیروزی داشته است. این 2 پیروزی در 5 بازی اخیر و یک از آنها مقابل ویارال، یکی از تیم های حاضر در نیمه نهایی لیگ قهرمانان بوده است. آنها همچنین اتلتیکو مادرید را نیز بسیار اذیت کردند. کادیز در رده 18 جدول قرار دارد و برای بقا در لالیگا میجنگد. در نتیجه نمیتوان این تیم را دست کم گرفت، به خصوص که بارسلونا روحیه چندان مناسبی ندارد. پنالتی واضح رئال برابر سیویا سوخت. 2 دقیقه قبل از گل اول سیویا بر رئال مادرید یک صحنه مشکوک با پنالتی درون محوطه جریمه سیویا رخ داد. امشب از ساعت بامدادی در سانچز پیزخوان و در حساس‌ترین بازی هفته 32 لالیگا سیویا میزبان رئال مادرید بود و بازی تا دقیقه 35 با 2 گل به سود سیویا جریان داشت. گل اول بازی را ایوان راکتیچ در دقیقه 21 روی ضربه کاشته به ثمر رساند، اما شاید رئال میتواند سننده گل اول این بازی باشد. روی یک ارسال کارنر بونو گلر سیویا نتوانست در مهار توپ موفق عمل کند و در این تحلیل البته نقش دیگو کارلوس واضح بود. مدافع سیویا که برای زدن توپ به هوا پریده بود با بونو برخورد کرد و در این برخورد توپ آشکارا با دست وی تماس داشت. داور از این صحنه گذشت و وی ای آر هم دستور به بازبینی صحنه نداشت. از نگاه تورالدو گونزالس کارشناس داوری یاس این صحنه یک پنالتی واضح بود. کارشناس داوری مارکو ما در تحلیل خود این برخورد را غیر عمدی دانست.
آیا او واقعا جانشین بوفون است؟ پاریس سن ژرمن با اشتباه عجیب به دروازه‌بان خود از مارسی گل خورد. جان لوجی دوناروما بعد از گل بدی که مقابل مقدونیه شمالی در دقایق پایانی دریافت کرد، یک از مقصرین عدم صعود ایتالیا به جام جهانی لقب گرفت تا بعد از درو کردن تمامی جوایز فردی سال 2021 در روی تلخی را تجربه کند. او زمان برای ریکاوری ذهنی نداشت و با اشتباه فاحش در دیدار برگشت یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان اروپا به دوران نکبت‌وار خود ادامه داد. نیمکت نشینی کلورنواز با وجود رخشش در تیم ملی و بازی‌هایی که در ترکیب پاریس بوده انتقادات زیادی را به همراه داشته است. همان گونه که انتقال گران دوناروما از میلان به پاریس به شدت مورد نقد قرار گرفته بود. در چنین شرایطی باز هم اعتماد به دوناروما سوی پوچتینو را شاهد بودیم. گلر ایتالوی که در بازی امشب مقابل مارسی باز هم به نواز ترجیح داده شده بود، یک گل بدی دیگر خورد. روی یک ارسال کارنر اشتباه دوناروما در مهار توپ باعث شد که مدافع مارسی گل تساوی بخش تیمش را به ثمر برساند. عملکرد دوناروما باعث به هم خوردن تعادل خودش و ایجاد بی‌نظمی در خط دفاعی پاریس شد و این گونه بود که گل اول مارسی به راحتی به اشتباه او به ثمر رسید. احتمال تعطیلی موقت نوکمپ. بارسلونا به خاطر اتفاقات رخ داده در بازی برابر فرانکفورت از سوی یوفا جریمه خواهد شد. حواشی مربوط به بازی پنجشنبه شب بارسا و انتراخت همچنان ادامه دارد. بارسا در شرایط میزبانی تیم آلمانی بود که تنها 5000 نفر از هواداران میهمان مجوز ورود به نوکمپ را داشتند و طبق قوانین یوفا تنها به این تعداد هوادار بلیت تعلق گرفته بود. اما بارسا تصورش را هم نمیکرد که بیش از 20000 نفر از اعضای رسمی باشگاه بلیت خود را در بازار سیاه به دوستداران انتراخت فروخته باشند تا جو ورزشگاه کاملا به سودی میهمان شود. بارسا که بازی رفت را 1-1 مساوی کرده بود، در زمین خود و در ورزشگاه که بسیار از سکوهایش سفید پوش بود 3-2 شکست خورد و از لیگ اروپا کنار رفت. سران بارسا به شدت از این اتفاق خشمگین هستند و بلا فاصله نیز قانون تصویب شد که از این پس در بازی های اروپایی هیچ بلیتی توسط اعضا قابل فروش نباشد. یوفا اتفاقات رخ داده را تحت بررسی دارد و طبق دای اسپورت به زودی بارسا را جریمه خواهد کرد. جریمه که قرار است سنگین باشد و احتمال برگزاری یک بازی یا بیشتر بدون تماشاگر در نوکمپ متصور هست. چلسی تهدیدات توماس توخل موفق شد به یک فینال دیگر راه پیدا کند. چلسی که در دیدار یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان اروپا حذف تلخی را مقابل رئال مادرید تجربه کرده بود، امشب در چارچوب نیمه نهایی جام حذف انگلیس به مصاف کریستال پالاس رفت و نهایتا موفق شد با 2 گل حریف خود را شکست بدهد. پیروزی چلسی برابر کریستال پالاس و صعود این تیم به فینال جام حذفی باعث شد که برای اولین بار در تاریخ دو مربی آلمانی یعنی توماس توخل و یورگن کلوپ در بازی پایانی رو در روی یکدیگر قرار بگیرند. همچنین توماس توخل باز هم به روند خیره کننده خود با چلسی ادامه داد. سرمربی آلمانی حالا در 15 ماه اخیر توانسته 6 بار تیمش را به فینال رقابت‌های مختلف برساند که حاکی از قابلیت‌های فوق‌العاده توخل هست. نکته جالب دیگر با آمار عالی این سرمربی آلمانی در رقابت‌های نیمه نهایی باز می‌گردد که با پیروزی برابر کریستال پالاس به آن تداوم بخشید. توخل در دوران مربیگری خود هر 11 نیمه نهایی که تیمش در آن حاضر بوده را پیروز شده است. در این بازی‌ها تیم‌های تهدیدات او 30 گل به ثمر رسانده و تنها 4 گل دریافت کردند. ادعای لوپاریزن. در باشگاه پاریس سن ژرمن هنوز امیدشان را برای تمدید قرارداد با کیلیان امباپه از دست ندادند. دیگر چیزی تا پایان فصل و اتمام قرارداد کیلیان امباپه با PSG نمانده و بسیاری معتقدند او راهی رئال مادرید خواهد شد. امباپه تابستان گذشته رسما درخواست جدایی و انتقال به رئال مادرید را کرده بود ولی سران PSG به آن پاسخ رد دادند. امباپه هفته قبل از احتمال تمدید قرارداد خود با PSG خبر داده بود و بعد از آن اعلام کرد که دیگر نمیخواهد در مورد آیندهش با کسی صحبت کند و او پاسخ خود را داده است. در فرانسه هم با گزارش دادند که باشگاه پاریسی از تمام توانش استفاده میکند تا امباپه را از جدایی منصرف کند. در این میان حتی از ایمانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه نیز کمک گرفته شده تا بلکه او بتواند امباپه را با ماندن راضی کند. لوپاریزن امروز نوشت که PSG سه روش دیگر را نیز مد نظر دارد تا امباپه را به تمدید متقاعد کند. اولی قرار دادن نیمار در فهرست فروش تا امباپه همراه با مسی ستاره اولی PSG شود. دومی جذب پل پوگبا یا لینچ وامینی برای تقویت خط میانی و سومی نیز دادن بازوبند کاپیتانی به امباپه خواهد بود. واکنش دورتموند به خبر توافق هالند و منچستر سیتی. اسکای اسپورت و مارکا مدعی شدند که باشگاه دورتموند هر گونه توافق با منچستر سیتی برای فروش ارلینگ هالند به این تیم را تکذیب میکند. قرار است تا پیش از پایان ماه آوریل یعنی کمتر از 2 هفته هالند تصمیم نهایی خود در مورد مقصد بعدیش را اعلام کند. جدایی از دورتموند تقریبا قطعی است و در حال حاضر سیتی و رئال بیشترین شانس را برای جذب وی دارند. هرچند نباید PSG و بارسلونا را نیز فراموش کرد. با این حال به نظر میرسد که رئال
مادرید اولویت خود را جذب کیلیان امباپه قرار داده و همین مسئله باعث شده که منچستر سیتی تا حدود شانس بیشتری برای به خدمت گرفتن ستاره نروژی داشته باشد. در روزهای گذشته شایعات مطرح شد مبنی بر این که ارلینگ هالند با منچستر سیتی به توافق کامل دست یافته و پپ گواردیولا سران باشگاه انگلیسی درخواست کرده هر طور که شده این ستاره نروژی را به خدمت بگیرند. همچنین گفته شد که سیتی با پرداخت بند آزادسازی ارلینگ هالند به دورتموند نیز موافقت کرده است. در همین راستا اسکای اسپورتس و مارکا به نقل سباستیان کول سرپرست تیم اصلی دورتموند تاکید کردند که توافق ارلینگ هالند با منچستر سیتی کذب است. با گفته کول هنوز هیچ باشگاه با پرداخت بند آزادسازی هالند موافقت نکرده است.